مرغ یکی از پرمصرف‌ترین نوع گوشت است. علاوه بر گوشت آن، از قسمت‌های دیگر مرغ نیز استفاده می‌شود. در ادامه این موضوع، مزرات پوست مرغ، مزرات دلمچه مرغ، مزرات پای مرغ، مزرات سنگدان مرغ، مزرات جگر مرغ و مزرات مصرف بال مرغ برای سلامتی شما خطرناک و عوارض زیادی را به دنبال خواهند داشت تقدیم می‌گردد. مزرات پوست مرغ. پوست مرغ دارای اسید چرب و کلسترول زیادی است که کالری بالایی دارد، بنابراین باعث اضافه وزن و بیماری های خطرناک پوست خواهد شد. مرغداران برای سالم نگه داشتن جوجه هایی که در حال رشد هستند، داروهای آنتیبیوتیکی را به صورت مکمل به آنها تزریق می کنند. این آنتیبیوتیک ها در پوست مرغ ذخیره می شود و مصرف این قسمت از مرغ سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن خواهد شد. همچنان فلزات سنگین سموم و آفت کش هایی که به همراه دانه های جو و جواری وارد جیره غذایی مرغ می شود در پوست مرغ رسوب می کنند و اطلاع به تومور های سرطانی را افزایش می دهد. نکته قابل توجه دیگر این است، برای رشد سریع تر جوجه ها به آنها هورمون های تزریق می کنند که این هورمون ها شبیه هورمون های جنسی هستند. در مرد و زن موجب بروز مشکلات زیادی مانند رویش موهای زائد، جوش و کست تخمدان در خانم ها، آکنه های شدید پوستی و نارسایی در هورمون های جنسی در آقایان می شود و برای کودکان هم افزایش وزن را به دنبال خواهد داشت. مزرات دنبالچه مرغ. برخی از افراد از دنبالچه مرغ استفاده می کنند. این قسمتی از مرغ به دلیل داشتن چربی بالا برای همه افراد مضر است و مصرف آن سبب بروز عوارض مانند ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، افزایش چربی خون، کلسترول بالا و غیره می شود. مضرات مصرف پای مرغ. پای مرغ حاوی بخش های غضروفی است و بر اساس نظر متخصصان، تغذیه سوپ پای مرغ منبع کلسیم، فسفرس، ویتامین A و D است و برای ترمیم غضروف های آسیب دیده و درمان نرمی استخوان مفید است. این متخصصان مصرف پای مرغ را یک یا دو بار در ماه بلا مانع می دانند، اما مصرف بیش از یک یا دو بار آن در ماه باعث بروز التهاب بافتی در افراد می شود. برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که پای مرغ ارزش پروتئینی چندانی ندارند و عامل برای ساخت غضروف ها نیست. پای مرغ چربی اشباه بالایی دارد و افراد داروی اضافه وزن و مبتلا به دیابت نباید از این قسمت مرغ مصرف نمایند. مزرات مصرف سنگدان مرغ. برخی از افراد از سنگدان به جای گوشت استفاده می کنند، اما میزان کالیوم، سرب و کروم زیاد است و نمی توان آن را جایگزین گوشت کرد. سنگدان کلسترول زیادی دارد، پس مصرف آن برای مبتلایان به بیماری قلبی عروقی، چرب خون بالا و نقرس مضر است. مضرات جگر مرغ. جگر عضوی است که علاوه بر ذخیره مواد مغذیه، علت آنزایم های متنوع، محل تجمع و خونسازی سموم، هورمون ها، واکسن های تلقیقی و انواع آنتی بیوتیک های تزریقی و خوراکی است. مرغداران برای مهار بیماری های عفونی و کنترل بیماری های انگلی، ویروس تیور از آنتی بیوتیک ها و داروهای شیمیایی استفاده می کنند. اگر این داروها از 24 الی 48 ساعت قبل از کشتار به جوجه ها تزریق شود، قطع مرغ فرصت بازسازی و دفع مواد مضر تجمع یافته را ندارد و دارو در جگر مرغ رسوب و برای سلامت مضر است. بنابراین مصرف جگر مرغ سبب عوارض گوناگونی، ابتلا به سرطان، جهش‌زایی، مسمومیت و ایجاد آلرژی، مقاومت دارویی و انواع آنتی بیوتیک می شود. عوارض مصرف بال مرغ. با
بال مرغ محل تزریق مواد نفتی است، اما به علت سرعت جذب بالا مواد تزریقی در این اعضا ماندگاری زیادی ندارند، ولی برخی از کارشناسان خوردن این قسمت مرغ را مضر می‌دانند. گردن مرغ نیز محل تزریق واکسن است و از این قسمت نسوج عصبی و بسیاری از غدد لنفاوی عبور میکنند و دلیل آن که نمیتوان مجرای داخلی گردن مرغ را به خوبی بشوییم، بنابراین مصرف آن نیز توصیه نمیشود. مصرف بال و گردن مرغ عوارض مختلف برای سلامتی مانند تسریع رشد، اختلالات گوارشی و کبد چرب، انتقال بعضی از ترکیب های مضر، ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، رشد کیست در رحم، ابتلا به بیماری های مختلف کیست شدن سینه در خانم ها و ابتلا به آکنه های شدید پوستی و افزایش موهای زائد، تغییر دوره سایکل قاعدگی، شاقی و اضافه وزن را به همراه دارد. این معلومات مفید در مورد مصرف اعضای مرغ بود که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم بیننده نگاه نو باشید. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.